برای بحث بیشتر روی این موضوع همراه میشیم با نوراحمد خالدی، آقای امور سیاسی و اقتصادی از استرالیا. آقای خالدی، چرا مقامات پیشین برای طالبا لابیگری میکنن؟ سلام آقای نایبی. ما همه کسایی که در دولت طالبان نیستن یا همفکرشان نیستن به سه گروه تقسیم کردیم. یکی معاملگراست، دوم آزادی خواست و سوم تجزیه طلباست. معاملگرا هم کسایی هستن که اعضای سابقه رهبرای جهادی سابق هستن که شامل دولت بودن، همچنان کسای دیگه که شامل دولت بودن و در مقامات بالا کار میکردن یا حاضر به معامله هستن در هر شرایطی، یا داراییاشون غیر منقولشان در افغانستان وجود داره و یا حاضر هستن به هر نوع معامله انجام بدن. و دومی که آزادی خواه ها کسایی هستند که طرفدار آزادی لیبرالی هستند، دموکرات هستند، جمهوری خواه هستند، سوسیال دموکرات هستند و سلطنت طلب هستند و غیر افراد هستند. این افراد هم موافق هستند که پول های فروش شده یا منجمع شده افغانستان آزاد شود، به هر قیمتی که میشه در خدمت اقتصاد افغانستان قرار بگیره، در خدمت مردم افغانستان قرار بگیره. و سوم البته گروپی که من نام گرفتم تجزیه طلبا، یا به هیچ صورت با هیچ معامله با طالبا حاضر نیستن. این کسایی هستند که تمام امیدهای خود از افغانستان از دست دادن و این کسایی هستند که به تجزیه افغانستان کمر بستن، یا طرفدار این پولای افغانستان نیستن که دوباره آزاد شوه و خدمت اقتصاد افغانستان قرار بگیره. برای این افراد ضربه زدن به دولت افغانستان یعنی دولت طالبا به هر قیمتی که هست، به قیمت اقتصاد افغانستان هم اگر باشه مهم نیست. بنابراین گروه معامله‌گرا را ما هیچ شک نداریم که از هر اقدامی که طرف علاقه طالبا قرار بگیره حمایت میکنن. خب آیا این کارشان به معنای پذیرفتن حکومت طالبان از جانب کشورهای خارجی هم پنداشته میشه یا خیر؟ بله بله، این مردم حاضر هستند و این پذیرفتن دولت حکومت طالبان، دولت طالبان به حیث دولت قانونی در افغانستان یا قبول دارن تا به امتیازات قبلی خود دست پیدا کرد. ولی در این جمله شما کسایی را گفتن که آزادی خواه هستن و اونا به بعضی از آزادی ها و ارزش هایی که طالبا اونا را قبول نداره باور دارن، اونا هم در جمعی زمین مردم ها هستن، اونا میخواین که حکومت طالبا بر رسمیت شناخته شود؟ نه خیر، و نیستن. لیبرال ها، آزادی خواه ها، دموکرات ها، جمهوری خواه ها، کسایی که دین از دولت میخوان جدا باشه اموره، این افراد به شناسایی عاجل طالب ها توسط جامعه جهانی موافقه ندارن، توافق ندارن، یا یک اهرم فشار بالای طالب ها ضرور میدانن تا طالب ها بتانن به صورت تدریجی به موقف قرار بگیرن که منافع ملی افغانستان در او مزمر باشه، شامل باشه. و این افراد بالای طالبا فشار میارن تا یک مشروعیت خود از ملت افغانستان بگیرن، از راه های قانونی بگیرن. این افراد با معامله گری هیچ توافق ندارن و از حکومت همشمول، اگر تعریف از او شمولیت رهبران جهادی سابقه در دولت طالبا باشه، کاملا مخالف است. خب یکی موضوع حکومت همشمول است و دیگر طرف میمانه بحران اقتصادی که امیال دامنگیر مردم افغانستان است. اگه این پولا آزاد شوند، فکر میکنین که واقعا برای تغییر زندگی، تغییر در زندگی مردم استفاده خواهد شد یا ای که طالبا او را به خاطر اهداف خودشان استفاده خواهد کردن؟ در شرایط فعلی طالبا در دولت هستند. این پولا اگر آزاد شود، این پولای بانک های افغانستان است، این پولای بودجه دولت نیست، این پولای است که ذخایر ارزی بانک، این در حقیقت اقتصاد افغانستان چیز میکنه، احیا میکنه، تاجر ما با خدمات بانکی دسترسی پیدا میکنه، واردات صادرات زیاد میشه. این که طالب ها هم در ذهن مفاد میکنند این شک نیست، اما مفاد بهبود اقتصاد افغانستان در مجموع به نفع طالب هاست. بنابراین ما به این صورت مخالف بهبود اقتصاد نخواهد بودند مگر اینکه عقل خود از دست داده باشند.
تشکر بسیار زیاد از حضور شما در برنامه. آقای نوراحمد خالدی، آقای امور سیاسی و اقتصادی، وقت شما بخیر.